بندناف از ضایعات زایمانی است که بعد از تولد هر نوزاد دور ریخته می‌شد. اما از حدود 35 سال پیش و پس از اثبات اینکه خون بندناف غنی از سلول‌های بنیادی خونساز است و می‌تواند در درمان بیش از 70 نوع بیماری اثر بخش باشد، ذخیره آن در بانک‌های خون بندناف در دستور کار قرار گرفت. این بانک‌ها می‌توانند سلول‌های بنیادی موجود در بندناف را با دمای فوق سرد بیش از 25 سال نگهداری کنند. بانک خون بندناف سازمان انتقال خون در سال 1389 به عنوان یک در واقع بانک عامل منفعه و عمومی، یک در واقع پابلیک پرولات بانک تو کشور ما تأسیس شد که حالا این رسالت رو هم خود وزارت بهداشت کشور اون زمان به عهده سازمان انتقال خون گذاشت که خب با توجه در واقع زیرساختی که بود، اون تجربه‌ای که تو جذب اهدا کنندگان خون داشت، اینو سپردن که سازمان در واقع یک بانک بزرگ در واقع عمومی احداث کنه که در واقع بشه برای کل کشور، برای بیماران میگم عامل منفعه، با هدف این که در واقع نیاز اون بیماران کاندید پیوند رو بتونیم برآورده کنیم. مورد بیماری هایی که در واقع قابل درمان هستن و پیوند سلول‌های بنیادی خونساز خون بندناف، میتونیم به طیف وسیع از بیماری های یعنی بیش از 70 نوع بیماری خونی و غیر خونی، بدخیم و غیر بدخیم در واقع با این سلول‌ها قابل درمان هست. حالا اگه بخوام به موارد اشاره کنم مثل سرطان های خون، لنفوم، تالاسمی ماژور، آنمی آپلاستیک، آنمی فانکونی و حالا میگم طیف وسیع از بیماری ها هستن که قابل درمان هستن. خون بندناف از زمان جمع‌آوری 48 ساعت فرصت دارد تا در بانک‌های مربوطه ذخیره سازی شود. از بدو تأسیس بانک خون بندناف سازمان انتقال خون، چند بیمارستان با میزان تولد بالا در شهر تهران انتخاب و تیم‌های آموزش دیده در این بیمارستان‌ها استقرار پیدا کردند. تیم‌های مذکور پس از مصاحبه با مادران باردار، در صورت رضایت آنها به اهدای خون بندناف، بلافاصله بعد از زایمان خون بندناف نوزاد متولد شده را جمع‌آوری کرده و طی یک زنجیره سرد به آزمایشگاه پردازش در ستاد مرکزی سازمان انتقال خون ایران انتقال می‌دهد. در آزمایشگاه پردازش نمونه‌های واجد شرایط و غنی از سلول انتخاب و وارد فرایند فراوری و جداسازی سلول‌های بنیادی خونساز می‌شود. در این بخش گلبول قرمز و پلاسما از خون کاملاً حذف و سلول‌های بنیادی خونساز استخراج می‌شوند. این روند چندین مرحله دارد که کل فرایند حدود 3 تا 4 ساعت به طول می‌انجامد. فریز سلول‌های بنیادی خونساز آخرین مرحله است و سلول جدا شده طی فرایندی حدوداً 70 دقیقه‌ای به آهستگی منجمد شده و پس از آن به دمای فوق سرد منفی 150 و پایین‌تر برای نگهداری طولانی مدت منتقل می‌شود. توی این 13 سالی که در واقع اینجا تأسیس شده بیش از 26,000 در واقع نمونه خون بندناف اهدای جمع‌آوری شده. منتها از بین این 26,000 تا نمونه 4,000 و تقریبا 300 رو هم بگم 50 نمونه واجد در واقع اون کیفیت استاندارد انتخاب شده و اینجا در واقع بعد از فرآوری فریز شده. از بین این تعداد نمونه‌ای که فریز شده حدود تعداد 28 مورد پیوند ما داشتیم که همش هم برای اطفال استفاده شده و به پیوند رسیده. فرایند فراوری یا پردازش سلول‌های بنیادی خون بندناف از همون بعد در واقع تأسیس اینجا تا همین حدود 4-5 سال پیش توسط یه فرآیند کاملا در واقع دستگاهی بود. سلول‌های بنیادی خون بندناف با این تکنولوژی در واقع سفکس جدا سازی می شد و یه فرآیند کوتاه در طی حدود 45 دقیقه کار انجام می شد. منتها متاسفانه بعد از اعمال تحریمات که تأمین ست در واقع این دستگاه ها امکان پذیر نبود، نمایندگیش کلا تو ایران تعطیل شد و عملا دیگه کار هم حتی مدتی 6-7 ماه کلا متوقف شد کار این بخش. ولی خب حالا خدا رو شکر ما تونستیم با در واقع ادعای روش دستی یا منوال حالا جایگزین برای در واقع این روش فرآیند رو ادامه بدیم. افراد در کشور ما در کل دنیا، افرادی که در حوزه سنی 18 تا 50 سال هستن میتونن اهدا کننده سلول بنیادی خونساز باشن و واقعا بتونن از این طریق جون یک بیماری رو نجات بدن. با توجه به اینکه تو کشور ما خب خیلی از بیمارا به خاطر تنوع قومیتی که داریم براشون متاسفانه اهدا کننده سازگار پیدا نمیشه و
طبق خود آخرین آماری که مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت دادن، حدود 5000 بیمار در واقع انتظار یافتن نمونه سازگاری اهدا کننده سازگار هستند. بر همین سازمان انتقال خون هم خدا شکر در این زمینه در واقع فعال هست. 31 استان کشور مرکز پایگاه انتقال خون اهدا کنندگان میتونن اونجا مراجعه داشته باشن و در واقع داوطلب اهدای سلول بنیادی خونساز باشن. اطلاعات در واقع اچلشون ثبت میشه توی سامانه مرکز مدیریت پیوند وزارت بهداشت و اگه به زمانی با بیمار سازگار باشن بهشون در واقع خبر داده میشه و یه طی پروسه در واقع میتونن اون اهدا رو داشته باشن.